ات نره یکی اون بالا حواسشم این شه به بنده هاشه. مشکل اینه که تو آدم بشو نیستی. مگه تو خود آدمی؟ ده نه دیگه شاروخ کمول هم نشین بر من اثر که من خودم آدم نیستم. من پوست خانوادم رو کندم، من پول مردم رو خوردم، هزار تا طلبکار دنبال من، چه توقعی هم من داری؟ من میگم که من خونه رو میفروشم، این ماشین هم میفروشم، یه مقدار پول هست که تو اون پولا سهم تو هم هست، میدیم هم من هم تا شر طلبکارا خلاص میشم تموم. یعنی تریب آدم شدنه دیگه. به نظرت آدم میشی؟ من که آره، ولی تو رو واقعا مطمئن نیستم. خب تو کمکم کن دیگه چمشی. به یه شرط. هر چی باشه قبول. جاوید کجاست؟ درد جاوید کجاست؟ او که پیش منی. بابا تو آدم بشه نیستی؟ به جون جمشید میخوام آدم شم، ولی پیش منی. پا اون عکس تو موبایل چیکار میکنه؟ اون یعنی جاوید پیش من بود، بعد اومدن ریختن زدم بردم منم از اونجا انداختم بیرون. الان جاوید اونجا هست ولی دیگه جای من اونجا نیست. ببین تو یه روده راست تو شکمت نیست شارا. به جون جمشید دارم راست میگم. دروغ داری میگی. میگم به جون تو. به جون من؟ به جون جمشید. ولی خطر داره. مگه تو نمیخوای آدم شی؟ بابا آدم شدن خطر داره. باید بریم تو دل حادثه، باید با حادثه عجین شیم. هستی بگو هستم. خنشم گوشت کپ دستم. اونو نگاه کن، تو کشتی خودتو. مادر میاد. من خود روم نمیشه، چجوری بگم؟ روم نمیشه نداره، بسه یه عمر زندگیه. مگه تعارف داره؟ بده خودم زنگ. نه مادر جون، آخه راست میگه دیگه صدف خانم. من خودم 100 تا بیشتر تقریبا 78 خواستگار دکتر مهندس داشتم، همه رو رد کردم. این آقا غلام هم که اومد میخواستم اونو رد کنم، ولی خانم جون گفت اگه من بمیرم، منم که نمیخواستم خانم جون بمیره، به خاطر همین قبول کردم. بعد اون وقت از زندگیتون راضی؟ راضی چی بگم؟ صدا بخوام اگه بچه دار میشدیم دیگه هیچ کم و کسری که نداشتیم. مشکلش شماست یا آقا غلام؟ به من نگاه کن، به من میخوره که مشکل داشته باشم؟ نه میخوره. خب از کجا میدونین این مشکل حل نمیشه؟ بغلم کن صدا بخانو، بغلم کن. یا الله یا الله، بفرما حاجی بفرما. سلام علیکم. قدرت صدف بیا کارت دارم. یعنی من اینقدر بابای بدی بودم و نمیدونستم؟ یعنی انقدر آدم بدی بودم که تو نمیتونستی راستشو به هم بگی؟ دروغ گفتن رو از من یاد گرفتی یا از اون مادر خدا بیامرزت؟ من کجا کم گذاشتم؟ خیال کردین چون بزرگ شدین فراموشتون کردم؟ یا اینکه فکر کردین حالا که بزرگ شدین به آدمی که مثل آفتاب لب بوم دیگه احتیاجی ندارین؟ آقا جون بذاری من براتون توضیح میدم. حرف منو تموم نشده. اون موقعی که باید توضیح میدادی هیچی نگفتی بابا، حالا که دیگه همه چیزو فهمیدم. مگه پرستاری چه عیبی داشت که این همه دروغ گفتی؟ من شما رو سر سفره خودم بزرگ کردم، سفره‌ای که یک ریال مال حروم توش نرفت. شما هم لقمه حروم نخوردی، پس مطمئنم باطنتون پاکه. فقط دلم ازتون گرفته واسه این که به هم دروغ گفتی. اسمتو گذاشتم گلی، که بابا از گل بالاتر بهت نگم، حرمشم نگم.
عجب صحنه احساسی شد. الو سلام، خوبی هم بلایتی؟ بابا همسر آقا بهرام بیان، همسر مشاور اول آقای اربابی، خوبی؟ نازم. چی چیو نازم؟ مگه نگفتی جاوید اینجا؟ مطمئنی؟ کجا مطمئنی؟ تو که گفتی انداختنت بیرون. بابا من دیگه اون شاروخ قدیم که نیستم، آدم شدم، باور کن. خب پس زنگ میزن برادران محترم نیروی انتظامی بریزن اینجا همه رو دستگیر. فکر میکنی حرف دوتا کلا بردار گوش میکنه؟ بابا دیگه آدم شدی؟ فقط حرفش زدی. کلید داری؟ داله شده کسی با لگت بندازید بیرون یه دستی کلید هم بده؟ نه منم نه. خب بری. باش بری. واسه ببینم کجا بریم؟ جاوید الان به خاطر من تو اینجا گرفتاره. ما باید بریم دل خطر، باید با حادثه عجین شیم. خب ولی در نه رو دیوار. خب باشه، پس من اینجا قلاب میگیرم، تو برو بالا اونور در رو واق کن بیا اینجا، من محترمانه وارد شم. خب پس اونایی که گفتی انجام بده، من ماشین رد کنم بره. باش تو ماشین روشن کن برو بزن تو باقالی، خط روش بیفته خط خطیت کردم آف. ها بازه؟ تو گفتی کلید نداری؟ کلید ندارم، بیا. بازه شارا بابا اینجا خیلی سود و کوره. گفتم که اصلا خفنه. گفتم که اصلا ترساکه. گفتم که ببین فکر کنم برعکس بیرون توش پر آدمه. گفتم که میشه تو چیزی نگی؟ من چیزی نگفتم که. ببین الان تو میگی بریم با حادثه عجین شیم. گفتم که خب بریم دیگه. الان نگفتم که. گفتم که ولی من نشین نمیگیرم. بریم. قفله. قفله؟ اینجا در دیگه نداره؟ داشته باشم باید سب کنیم تا اونایی که جاویده گرفتن برگردن. ببینم ما اومدیم اینجا با اونا طرف شیم یا جاویده نجات بدیم؟ هم جاویده نجات بدیم هم با اونا تصفیه کنیم، آخه ما اومدیم آدم شیم. خب اگه اونا ما رو ببینن که برای سر جاوید میارن؟ اونا که بخوای نخوای میارن. خب اگه بخوام برای سر جاوید بیارن بعد من میدونم تو. خانم ببخشید کرایه یادتون. ببخشید. آیا اربابی اینجا هستن؟ بله بفرمایید. ممنون. بیا عزیزم، بیا. دستت درد نکنه. میدونم شو لج کردین و سند گذاشتی. خب بابا جون وظیفه‌ام بوده، حرفتو بزن. امروز بهنام اومد خونه. خب به سلامتی. اینکه گریه نداره که، دختر جان تو باید خوشحال باشی که شوهرت آزاد شده. چرا گریه میکنی؟ زنگ زدن رفت جلوی در. ببین اول حرفتو بزن، بعد یه ساعت بشین دل سیر گریه کن. حرفتو بزن دیگه. زنگ زدن رفت جلوی در، از پشت پنجره دیدم به سور سوار یه ماشین کردن و بردنش. چی نکن اصلا دو بسم خودشون زده باشن. غلام اینقدر حرف نزن، بذار ببینم کیا بودن. کیا بودن دختر؟ نمیشناختمشون، ولی همونه بودن که قبلا به نامو میشناختن. چون آیفونی که برداشتم همون صدایی بود که چند بار تلفن زده بود و تهدید کرده بود که بهنام توی زنده هیچ حرفی از اونا نذاره. آجی داره جنایی میشه، قصه حواست هست یا نه؟ عزیز دلم یه ذره آروم باش. خب تو یکم هم حدس نمیزنی که کی میتونه باشه. آقای شاروخان برای چی اینجا وایسادی؟ خب بریم تو جاویده نجات بدیم دیگه. چی؟ گفتم که. چی گفتی؟ گفتم که
برای چی؟ اومدم. بودو، بودو بیا، اومدم. اومدم. سب کنم در رو باز کنم. سب کنم در رو باز میکنم. بابا نگه امیره آره ازمانم بهش گوه بیشتر نگه آفاییم بابا بلش کن بیا برا بهنم سر کمک خفشو برو دیگه بابا دم عیده ازمانم مرخصی گرفته اومده دیگه بابا اینا همه اینجان که آره خب بابا به ما چه ما اومدیم جاویده نجات بدیم با اینا چی کار داریم اومدیم آدم شیم خب بعد بریم دیگه هنوز نه سر یارش وای چه خشمی برخورد میکنم من میترشم چی شد بابا؟ آقا جون جواب نمیده آخه من چه خاکی تو سرم بریزم ای بابا دیگه تو این هیرو بیر دیگه نوع خاکش که مهم نیست که دلم شور میزنه دیگه برای دلت دیگه نمیدونم باید چیکار بکنم مادر جون عزیزه دلم با دل شوره که کاری درست نمیشه که همین جوری هم نمیشه دست رو دست گذاشت که نه جمشید اگه پیداش بشه شاید بدون شوهر بنده خدا رو کجا سربینستش کردن اه غلام من بابا خونه اونو فقط جمشید میدونه دیگه من که خودم نمیگم که صدف خانم آقا جمشید شما رو رسون نگو کجا داره میده نه چیزی به من نگفت منو گذاشتن جلوی در رو بعد با آقای مهندس فرید رفتن خانم جون شما شماره‌اش رو داری آره شماره‌اش رو دارم ولی فکر نمی‌کنم شماره غریبه جواب بده ها مادر تو چیز کن بلند شو یه زنگی بهش بزن آخه مادر جون من فکرامو کردم اصلا دیگه نمیخوام بهش زنگ بزنم جوابم هم نه عزیز دل من این دفعه فرق میکنه نمیخوای که جوابشو بدی که آره میدونم ولی دخترم زنگ بزن مسئله مهمیه این بنده خدا رو نگاه کن داره دق میکنه تو چرا اینجوری زیر بغلت میخوره؟ نه با من استرس پیدا میکنم زاویه پیدا میکنم الان آروم باش آروم باش الان باید بریم تو خب باش با الان مطمئنی وقتشه آره بابا من خودم سلطان غافل گیریم باشه پس من 3-2-1 میشارم تو برو تو یکی یه دونه مش بزن بعد من باشترم وارد شم باشه ولی از این بر تو مالم بیا بودو باشه جاوی شاروخ بیا بهنام اینجاست سلام جاوید کجاست؟ نه یا دیگه بابا دست بهش زدی نزدی ها حالا پولای منو بگیری؟ بابا شاروخ بیا مگه نمیدینه اینجا مگه نگفتی اینا رو میزنی حالا وقت زیاده بابا اینا همه با هم هم نه بابا آره آره ای بابا شما بهت که گفتم من سلطان غافلگیریم یعنی همه اونایی که گفتی دروغ بود؟ بابا تو چه آدمی که بابا تو یه روی راستش کبت نیست برم برم ساکت سلام خانومه اون فکر میکنه هنوز من آدمم خب بهشون بی چه آدمی کسی بیرسی به موقعش جاوید کجاست؟ تو زیر زمین بره اونجا بیا بریدش آقا شروع خاکت یه دقیقه دسته من رو میکنی خفه چی شد؟ ها؟ چی میگه الان؟ خب چی شد؟ چی شد مادر؟ جواب نمیده خب بابا جون یه بار دیگه بگیر بفرمایید سلام علیکم سلام آقا جون مجده این کلید خونه ماست و ما دیگه امسال 13 به در نداریم همه باید بیاین کمک اسباب کشی به سمت خونه جمع 14 هم خونه ما هر چی بخواین براتون میپذیریم بله طوری شده؟ شما خانم آقا بهنام نیستین؟ خانم آقا بهنامه
چی شده؟ دوباره تو امیر ببین من با تو چی کار کنم؟ چند تا چکتو خوردم ها؟ یه تو همه پول من برات کارت به کارت کنم بابا بابا با این کارت هدیه هست خانم من میدونم برم کن دارم چه جمشید؟ جاوید بیا آمارو من برم حالی چی ساره؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من به خاطر تو اومدم اینجا دیگه بلش کن برم کن بینم بابا آقا جون اومده اینقدر نگرانته چی گفتین بهش؟ هیچی همه چی همه هنگه الان اینا رو میبینیم اینجا میری با این دستای بسته چجوری؟ بابا اون با من داشت جمشید اربابیه یه ما چیده خود میده برونه اون قیافه بیدید داشت 400 بله 50 بله 60 بچه مایی دارن این شماره های روند خیلی گرونه الان میگیرم ببخشید یه بار دیگه بگین 400 بذار نگاه کنم یه بار دیگه 400 50 60 60 نمیشه بگیرم اینو ببخشید شما مطمئنی این شماره خودشونه آره دیگه امروزم که اومد دنبالم با همین شماره بهم زنگ زد خب چرا مطمئنی اصلا مطمئن نباشین آقا جون این شماره شاروخه نه خیر شماره مهندس فریده شاروخ کیه شاروخ همین که پول جمع شده ها پول کرده کلا برداره اشتباه نمی‌کنی؟ نه آقا جون من سیو دارم آه ببینین اسم شاروخ می‌بینین الان کجا بگیرم؟ بگی عقب‌تر اینجا این شاروخ آره یه بوسه ده قرمونت دارم از آقا جون چه خبر؟ آقا جون خود انقدر هوا بیرو خرابه چجوریه؟ بابا هفته پیش دو دفعه بارون اومد یه دفعه چهار روز یه دفعه سه روز میشد یه هفته در قفله؟ چجوری بریم بیرون؟ ببین دیوید کاپرفیلد چجوری از دیوار چین گذشت؟ نمیدونم پس تو دانشگاه چی میخونی؟ الان باید چی کار کنی؟ الان من نمیدونم من فکر کردم چجوری اونجا بیام اینجا دیگه نمیدونم اینجا چجوری بریم اونجا دو تا بوسه ده چجوری بریم اونجا؟ نمیدونی؟ با فکر سوال المپیاده یه خونه فکر کن چی؟ بابا الان یه محیط دربسته چهار گوشه دو تا آدم عاقل و بالغ گرفتارن دستشون بسته از چجوری اینجا باید برن بیرون دو تا آدم چه دیوونه یه فکر میکنه خب روانی ما دارین دره میشکنین دیگه سه تا بوسه ده چی؟ راست میگه میدونی جمال راست میگه به خاطر اینکه جمشید خودش به من گفته بود که خواستگار صدف خانم در اصل همون شاهرخه نه چرا تازه ممکنه که جاویدم پیش اون باشه پس بابا چرا الان داری میگی؟ دیدی حاجی گفتم قضیه داره جنایی میشه گوش نکردی اینها یعنی الان جون آقا جمشید در خطره؟ نه نشسته داره خودشو باد میزنه در خطره دیگه خانم آره دیگه اون به خاطر شما خطر رو به جون میخره نه چرا؟ آره خب چرا واسه همش زنگ بزنی؟ بگی جمشیدو بگیر تو جمشیدو بگیر اینهاش من شاروخ چند بار شماره اش داری یه بار شماره شو بگو بسطف خانم شماره آقا جمشیدو بگیر جاوید پادو بزن اینجا ای جاوید تلفن همون رو همه بیا جواب بده کجاست؟ تو جیبمه دیگه من دست تو جیبت نمی کنم بابا آبربانکم تو این جیبمه بیا جواب بده بیا چی شد؟ قرقرت دادی تلفن جواب بده داداش شماله بزن روی بلندی الو جمال به خلا میگو همون باقییم که با هم آمدیم الو جمشید الو چی شد؟ همون زهرمار اون چیه؟ حوصله شرفته گفتم خود بازی یارانه‌ای بکن بدش من دستم بسته است گفتم بدش من آه چی شد چی گفت کجا بود خب حرف بزن دیگه دق کردیم آقا جون گفت چی گفت گفت غلام میدونه گفت همون جایی که با غلام رفته بودم غلام میدونه
حاجی بب خالی دارم میمندن اونجوری نگاه کن من رو هم خبر نداره جون خودم. چرا چرا گفت همون باقی که با غلام رفته بودیم غلام میدونه اون باقه. باق؟ تو بدون من کدوم باق رفته بودی؟ آها با جمشید رفتم. آها غلام این ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. دیر نده بابا جمشید من انداخت تو ماشین به زور برد توی باقی همین چند وقت پیش. خب همونجا همونجا که رفتین کجا بوده؟ جون آقا جمشید در خطره. یادم نمیاد که. یعنی چی آدم نمیاد؟ مرد حسابی چشم بسته که نبردنت. چشم بسته نبرد ولی از خونه مودت بردن. خب اگه از خونه مودت بریم شاید یادم بیاد. یادم میاد داره. خب بپوش بریم دیگه. کجا بریم الان؟ باغ دیگه. بریم. منم بیام. کجا بیای مینا خانم؟ باغ دیگه. خیلی وقته با هم باغ نرفتیم. منم. آره ما میایم. ما میریم باغ. خوبه دیگه. لازم نکرده. لازم نکرده. خانم‌ها همینجا میمونن. مردو نمیری. بله بیار دمه جمع. آقا شاروخ تا کی میخوایی ما رو اینجا نگه داری؟ یکی دو روزی که من میرم شما میرید آزاد. باشه من پیش تو میمونم. من اصلا اینجا میمونم ولی اینه بذار آزاد چه بره. آقا جونم منتظرشه. ما یا با هم میریم یا هیچ کدوممون نمیریم. مشتی سراخته میره جارو به دمش بنده. چی؟ صندلی. ها؟ صندلی. صندلی چی؟ صندلی بس. یه روی با صندلی باشه بذاریم تو کمره. آره. من فقط دوست ندارم کسی مانع رسیدنم با آرزوام بشه و علاوه آدم دل رحمیم. جمشید منو خوب میشناسه. شاوا. بیا عجله داری؟ برو چی بیاردم؟ همینجاست؟ اینجا؟ نه تیره برقش اون ور بود این ور برو جلوتر. آقا رو مزبوط تیره برق کدم آدرس افزه تیره برق بهترین آدرسه. برو اون ورش. برو اون ور. برو اون جلوتر. آگردی آفری به خودم رفتی. بریم بریم بریم. کجا؟ تو دیگه چی میگی؟ هیچی خواسته میگم چای نخورده بده بریم. برو بزنیم نیز ببینم. بریم فشار زندان بزرگی کوچکی یادت برده ها؟ خوش سفر حالا دنبالی. بله بله جام سوایی وقت گوشی گوشی گوشی. اینجاست؟ آره یه تیره برق نزدیکی درش بود همین تیره برقه. اصلا من یه بار بیشتر با جمشید باغ نرفتم که همینجاست. جاسم همینجاست. همین یه دریه که روش گنگولی منگولی داره که اینجوری بگو بیان همینجاست. چه جوری تو رفتی؟ با جمشید قلاب گرفت من رفتم بالا رفتم اونجا نگاه کردم دیگه. خیلی خوب دلاشو قلاب. گچ خیلی نیست نوشتن اف روی کتر دید دیده مخابراتش داد. تو بچه‌مون تو لا بس بیا عمر نورت دادم دلاش. آقا جون آقا جون آقا جون آقا جون اجازه اصلا نگران نباشید. من یه دوره بدلکاری دارم الان خودم میفرمایم. فقط آقا شما لطف کن در زاویه 63 درجه دلاشو من دادم دلاشم. ای بابا رو دیگه ببین دلا مالش اینجوری اصلا جمشید داشت اینجوری گرفت. خیلی خوب همینجوری بگیر ولی زاویه‌اش آها. کفشم تازه الان بودم. دور خیز می‌خوای کنی؟ ببین مواظب باش. پیمان عبدی روحت شاد. الان نمی‌بینی؟ دور بچه‌ها در قدم تو تو اینجا بعد کجا؟ من یک جدو جنازه من هرچون.
دیوونه است. خیلی قویه. ببینم برای شاهرخ کار میکنی؟ بله. چقدر میگیری؟ سه ماه حقوق نگرفتم. ببینم فقط روخ آبره ببین، شماره کارتت رو اسمس کن، یه پنج ماه برات حقوق بریزم. راست میگی آقا؟ بله که راست میگی. بیشیم بشو برو. آفرین. حالا بودو بریم. کجا؟ ای بابا چرا همه سوال تکراری میبرسه؟ خب داریم در میریم دیگه. نمیخواستم بزنم، نمیخواستم دستت بلند کنم، ولی انگاری خودت میخواد. جاوید خودتو نشون بده، داغونش کن. ای کمرم. ای 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 اخ. خدا بیامرز، میگفت اصلا استعداد نداری. جمال بابا چی کار میکنی؟ زود باش بابا. بفرمی آقا جون. گله کفش داده نمیتونی خود مرتب کنی؟ اینجام چیز نشد؟ نه اینجا که خالیه، کسی نیستش که. حاجی اون دفعه اومدیم خالی بود. تو گفتی بچه ها اینجا. حرف تو دهن من میزنه میگه بچه. بابا تو گفتی باغ، من گفتم کدوم باغ؟ گفتم اون باغ ریز همچین لونه داره، منم گفتم آی بله. غلط بود؟ مرد حسابی داری باست من ترانه میخونی بچه های صدا اومد بیا. راست میگه. نه همون قبلی آمد یارخان همگار خاک بستن بیا. بیا 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 آقا الان موقع ترکیده بود آقا برنم از آقا اینجا مهندس فرید مهندس فرید یا آقا جون این همون شاروخی که پول داشتم آبولی کرده بگیرش در بگیرش اشتباه میکنه آقا این شاروخی بله بله ولش کنیم در میداشی آقا ولش کن آقا بزرگتر دیگه ولش کن ولش آقا جون وله خیلی ممنون آقا شاروخ گفتم دستاتو ول کنن واسه اینکه خوش ندارم پشت سرم بگی که حاج محمود اربابی بیمرام بود. بله شما بسیار آدم با مرامی هستید. الان رخ تو بی رخ میکنم نامرد. اوه بازی نتون اینه؟ دست بزنی هم داره ماشالله. دستشو بگیر دستشو بگیر دستشو بگیر دستشو بگیر آقا جون آقا جون آقا جون دیدی جاویده بیده کردم؟ قربونتون برم خیلی نوکرم بکنه مسلم شد سید اعلام کن به مرکز مرکز واحد 12 مستحضر باشیم ما تو موقعیت اعلام شده هستیم بله قربان چش جان سلام من خودم شاکی ام نباشه رابیو حرف نباشه رابیو حرکت کن آجی تو رو خدا به اینا بگو من اشتباهی گرفتم منم به اینا پسر اوسکازم جان سروان این بنده خدا راست میگه این بهنام پسر اوسکازمه که شاکیش رضایت داد آزاد شد این بنده خدا خودش هم اسیر اینا شده بوده بله دست در نکنه آجی خیلی نوکرتم دمتون گرم آقا جون دست شما در نکنه آقا جون دست شما در نکنه خیلی خوب اگر روز اول مشکلاتتون رو با من در میان گذاشته بودین الان کار به اینجا نمیکشید آقا جون آخه من مشکلاتم الان به شما بگم شما حل میکنید الان خب آره دیگه بگم دیگه خب بگو آقا جون من چند تا طلبکار دارم یه خود پول برای من کارت به کارت کنینم آقا به وان کمه تمام همین که هست ای پدر سوخته من که هر چی دارم که مال شما هاست ولی چشم بدهیاتونم میدم ولی به یه شرط چه شرطی آقا جون؟ سرمایه در اختیارتون میذارم که بزنید تو کار تولید
این سرمایه رو به کار بندازید، نون حلال در بیارید، نون حلال برای گلوتون بره پایین. آقا جون نوکر بذار، آقا جون دست بده من نه به بجی بجی رو خورم. راه بیافتیم، راه بیافتیم، راه بیافتیم. بونه دارم دارم بیدید. یا مغلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. یا رب آغاز سال 1391. خب دیگه آقا جون عیده و دیگه باید عیدی بدی. عیدی همه تو محفوظه، اما اگر اجازه بدین میخوام قبلش چند کلمه صحبتی داشته باشم، البته با اجازه شما احترام. خواهش میکنم آقا، اختیار دارین، بفرمایین شما. من خدا رو شاکرم که بعد از مدتها دوباره کانون گرم خانوادگی همه دور هم جمع شد. ما یه مدت همدیگه رو فراموش کرده بودیم و فراموشی چیز خیلی بدیه. حالا بچه های من به کار و زندگی بچسبیم، منم مثل کوه تا روزی که زنده هستم پشتتونم. آدم باش، خوبه بازه ما ندازد شدی، باز تو داره میگه خدا رو فراموش نکنین. مهمتر از همه و بدترین فراموشی، فراموشی پرورده. از احترام خانمم ممنون، تو این مدت مزاحمش شدیم، زحمت بهش دادیم. انشالله تشریف بیارن شهرستان از خجالتشون دهن. انشالله. میگم آقا جون دیگه چون الان سالنو شده، شما یه شعری واسه یه ازدواج من گفته بودین، الان دیگه تو سالنای جاوید نشیده، خانم احترام خانم نشدن، اینو بخونیم به نظر من. ای بابا، ای بابا، بابا بخونین دیگه، عیده بذارین بچه ها خوشحال شن. من بخونم؟ من بشین بابا، چیزی من بخونم، تو بشین. چشم. چی شد؟ هیچی خانم، گفتم چی. چی؟ هیچی آقا جی میگی چیش. ای بابا، چیشتری ددو ددو ددو، چیشتری ددو، چیشتری ددو ددو ددو، چیشتری ددو ددو ددو، چیشتری ددو چیشتری ددو ددو ددو، چیشتری ددو ددو ددو، چیشتری ددو ددو ددو.